با عرض سلام و درود به عموم خواهران و برادران مکرم ایمانی، انشاءالله سلامت و موفق هستید. مجلس فقری امشب رو با قرائت فاتحه آغاز میکنیم. برادر مکرم امیر علی خان لباف، بفرمایید. از جهت توسل و اتصال به روح پرفتوح قطب العارفین و ملجا السالکین و ملاذ المؤمنین حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب ولی شاه قدس الله مرقد الشریف الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیه، وجوه یومئذ خاشعه، عاملت ناصبه، تسلا نارا حامیه، تسقا من عین آنیه، لیس لهم طعام الا من ذریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، فی جنت عالیه، لا تسمع فیها لاغیه، فیها عین جاریه، فیها سرر مرفوعه، و اکواب موضوعه، و نمارق مصفوفه، و الزرابی مبثوثه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الی السماء کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت، فذکر انما انت مذکر، لست علیهم بمسیطر، الا من تولى وكفر، فیعذبه الله العذاب الاکبر، ان الینا ایاب، ثم ان علینا حساب. صدق الله العلی العظیم. آیاتی بود از سوره مبارکه الغاشیه، غاشیه، و قشاع به معنی پوشش، قشاع به معنی پرده است، قشاع به معنی حجابه، هر چیزی که میپوشونه. و این واقعه بزرگی رو که قبلا به عرضتون رسونده بودم، ازش به نقرف ناقور تعبیر شده، ازش به القارعت و ملقارعه، ازش به ادا وقعت الواقعه، تعبیرهای مختلف ازش شده، در این سوره مبارکه ازش به غاشیه تعبیر میشه. غاشیه یعنی یک واقعه عظیمی که به وقوع میپیونده و
راه رو بر همه ادعاها میبنده، راه رو بر همه زیادگویی ها میبنده. اون لحظه‌ای فرا میرسه که قرآن ازش به حدیث غاشیه تعبیر کرده، چیزی که همه راه ها رو مسدود میکنه، راه فرار و گریز تبهکاران و خطاکاران رو مسدود میکنه و راه رو میبنده بهشون. اونها رو در یک نقطه‌ای قرار میده که هیچ راهی برای گریز دیگه براشون نیست، همه راه ها بهشون بسته میشه، دیگه نمیتونن هیچ دست و پایی بزنن تا یه راه فراری برای خودشون پیدا کنن یا دروغ و ادعاهایی سرهم کنن تا دیگران رو فریب بدن. این رو بهش قرآن میگه غاشیه. بفرمایید. So Sayyid, today I started the class with the verses of the Surah Al-Ghashiyah. And Al-Ghashiyah comes from term Ghashiyah, which usually means a covering up or a curtain or a veil covers something. And in here, the Sayyid refers to the previous classes. We talked about Al-Waqiyah, the Surah that which talks about a reality, a phenomenon, an event that occurs that is undeniable and is a great phenomenon or event because it's undeniable. And in this case, in this context of Al-Qawashiyah, it means it blocks or covers every other exit out. There is no other alternative. When this when event occurs, it blocks all other alternatives, and therefore it stops anything else that people want to deny it or lie about it or they want to cover. It just blocks everything out because the reality is so strong, the phenomenon is so strong that it blocks all avenues up. And so this Al-Qawashiyah, this covering, is refers to this, that the phenomenon or event that occurs that blocks everything else up and no one can deny it anymore. And they have to basically face the consequences of their actions. Heute reden wir über die Sure Al-Ghashiyah. Und Ghashiyah ist etwas wie ein Vorhang, der vor etwas gezogen wird und etwas abblockt, könnte man sagen. Und dieses steht in Korrelation zu der Sure, die Sayed vorher besprochen hat, in der Unterrichtseinheit vorher, Waqiyah, wo hier in der anderen Sure beschrieben wird, dass dort die Wahrheit offenbart wird. Und die Korrelation besteht hier darin, dass in der Sure Al-Ghashiyah die Wahrheit offenbart wird, die eintreten wird und alles andere weggeblockt wird. Das heißt, alle anderen Möglichkeiten, die dort eintreten können, nicht mehr eintreten können, weil die Wahrheit so stark ist, so offenbar ist, alles andere beiseite schiebt und blockt, dass das das Einzige ist, was passieren wird und kann. می‌فرماید هل اتا که حدیث ها این غاشیه که گفتیم حدیث غاشیه حدیث حکایت غاشیه ماجرای غاشیه آیا آگاه هستی نسبت بهش خبرش به تو رسیده ای انسان بدونی غاشیه چیه بعد می‌فرماید وجوه یوم اذن خاشعتون آملتون ناسبتون داره توصیف میکنه در چنین لحظه‌ای که همه راه ها بسته میشه، یعنی اون کسی که تبهکاره، اون کسی که گناهکاره، اون کسی که حق مردم رو ضایع کرده و دائم دروغ گفته و پرده پوشی کرده بر این حقیقت که داره حقوق مردم رو لگدمال میکنه، وقتی همه راه ها بهش مسدود میشه، وجوهون وجوه جمع وجه و وجه یعنی چهره، یعنی اون کسی که ظاهراً دائم با اقتدار و با قدرت میومد در اریکه سخنرانی مینشست و صحبت میکرد، وقتی که راه‌ها بهش بسته میشه، وجوهون یومئذن خاشعه، صورتش دچار خشوع میشه، یعنی حالت
فرو افتادگی حالت نزاری زار و نزار پیدا میکنه، یعنی ترس خوف از صورتش آشکار میشه. عاملت و ناسبه یعنی اعمال زیادی انجام داده اما اعمالی که اسباب رنج و ستم نسبت به خودش میشه، چون هر عملی که آدم انجام میده یه عکس العمل داره نسبت به خود آدم، هر ظلمی که انسان به کسی دیگه میکنه عکس العملش به خودش برمیگرده. این وجوهی که اینجا داره ازش صحبت میشه، اون چهره حقیقی روح آدمه. اون روح زشت میشه به سبب زشتکاری، و زشتی روح از صورت جسمانی ظهور پیدا میکنه، دیده میشه. صورتهایی هست که وقتی آدم مشاهده میکنه نسبت بهش احساس خوبی پیدا نمیکنه، چون اون زشتی درون از صورت اون شخص ظهور کرده و دیده میشه. وجوه یوم اذن خاشعه عامله ناصبه. بفرمایید. چشکو. So Sayyid said that this surah starts with asking, it says, it basically asks human beings, says, have you heard about the tale of covering the washir, and if you haven't, and then the surah describes, he says, this happens when the people who have been wrongdoers have basically violated the rights of others, suddenly all the pathways towards them is blocked. They have no other choice but to face the consequence of their actions. So every pain they've caused, they now have to face the pain that they've caused back to themselves. So because every reaction has a reaction, and therefore every pain they've caused, they now have to face the consequence of the pain they caused themselves. As a result, their soul becomes in a state of fear. And therefore, in this fear it shows in the face. But also, every action that you do, the consequences affect the soul, and this changes the vibration of the soul. And in this, and the soul, the face of the soul becomes ugly. So those people who, in effect, have performed very, very inhumane actions, their face changes, and so people who are sensitive can see that this they become they're repelled by the face of these people who are inhumane. So the face of the inhumane people repels those people who are sensitive to this, because in effect the soul has become ugly because of the actions that they performed. The consequence of the actions they've done is reflected in the soul. So and in this surah, God's saying that these people have no other choice but now to face the consequences. There is no road, there's no other way. All paths have been blocked to them, and now they're in a state of fear and anxiety because they have to now face the consequences of their inhumane actions. Und in dieser Sure werden die Menschen gefragt, ob sie wissen, was dieses Rashir ist, was es tun wird. Und weiter wird dann erklärt, was es tun wird. Und zwar, hier wird beschrieben, dass alles offengelegt wird und diese Wahrheit zum Vorschein kommen wird und nichts anderes in die Realität eintreten wird. Und zwar wird hier gesagt, dass die Leute, die etwas Schlechtes tun, also eine Reaktion hervorrufen, diese oder eine Aktion hervorrufen, eine Handlung vorrufen, eine die Konsequenz daraus eine Reaktion sein wird. Das heißt, etwas auf sie zurückfallen wird. Und wenn sie diese schlechten Handlungen tun werden, sie dann natürlich dadurch genau dieselbe Reaktion kriegen werden. Und als Resultat dieser Reaktion, die auf sie auftreffen wird, werden sie Angst bekommen. In ihnen wird diese Angst sich zeigen. Und diese Angst, die sich in ihnen zeigen wird, wird sich auch in ihren Gesichtern widerspiegeln.
Und das ist nicht nur so, dass es in ihren Gesichtern sich widerspiegelt, sondern es geht sogar auf ihre Seele zurück, sodass sogar ihre Seele hässlich wird, ihre Seele verunstaltet wird. Und all diese Dinge, dass ihre Seele verunstaltet wird, hässlich wird und das eine Auswirkung auch auf ihr Äußeres hat, ihr Gesicht hat, bringt dann dazu, dass die Menschen solche Leute erkennen werden. Sie werden es an ihren Gesichtern erkennen, dass dieses die Leute sind, die schlechte Handlungen gebracht haben. Und dass als Resultat dieser schlechten Handlungen sie selber ihre Seelen hässlich werden und ihre Gesichter sich auch verziehen werden. Und daran werden die Menschen solche Übeltäter erkennen können. پس وقتی می‌فرماید که وجوه یومئذ خاشعه، یعنی چهره‌هایی که ازش ترس می‌باره، این چهره‌ها، این وجوه، این وجه‌ها، این صورت‌ها بیانگر صورت ظاهر نیست، فقط در واقع بدن اسیری، یعنی بدن اتریک، یعنی روان، این یک شکل و شمایلی داره، یک صورتی داره، یک چهره‌ای داره. روان هر کسی یک چهره‌ای داره، یک صورتی داره و این صورت در اثر اعمالی که انسان انجام میده درست میشه. کسانی که کار خلاف انجام میدند، حق کشی میکنند، حق دیگران رو به باطل میخورند، دیگران رو ضعیف میکنند، به استضعاف میکشونند، اینها صورتهاشون مثل دیوه، مثل دده، مثل جانورانه. و هرچند که جسمشون ظاهرن مانند آدمیزاده، صورت جسمانیشون، صورت جسمشون، بدنشون، ولی اون صورت روان تأثیر میذاره روی صورت جسمانیشون و ظهور میکنه ازش، یعنی قابل مشاهده است. قرآن میفرماید عاملتون ناسبه، عامل یعنی کسی که عمل میکنه، یعنی اون عملی که هر کسی انجام میده ناسبه است. نصب یعنی رنج، یعنی درد، یعنی عملی انجام میده که منتهی به زیان و خسارت در حقوق دیگران میشه و عکس العملی ایجاد میکنه که خودش رو زار و نزار میکنه. و در اون زمانی که واقعه غاشیه به وقوع میپیونده، این صورتها آشکار میشه، یعنی زاری، نزاری، ترس، بدبختی و فلک زدگی از صورتهاشون میباره. صورتهاشون دیگه اون زیبایی رو نداره، اون تشعشعی رو که باید داشته باشه نداره، اون نوری رو که باید داشته باشه نداره، بلکه نکبت و سیاهی و تاریکی از این صورتها میباره، دیده میشه. بفرمایید. So said so that this person who have committed inhumane acts that violated the rights of others, the ugliness of the face is not just the physical face that affects, but in effect, the result of the actions they've done, it creates the ugliness on the astral body. So whatever actions you do, you receive a corresponding effect on the astral body. And if you do inhumane actions, violate the rights of others and put other people in pain, the consequences of this that your astral body's shape changes and the face of the astral body changes and becomes very, very ugly. And this has an impact also on the physical features of the person.
And that's why if some people who are have committed very inhumane acts, when you look at them, you become you are repelled by them, because it is why, because the ugliness of the astral body is that it sends you the vibrations that you feel repelled by them, and also they affect the physical features of the person. So the Quran saying that the day when this happens, when you have no choice but to face the consequence of your actions, the face of these people becomes full of fear, anxiety, and in effect, and this is also in the astral bodies, it has the same sort of fear and anxiety. And these are, and because they now have to face the consequence of their actions, and they have no choice. There is no more road. Everything is blocked to them, and the only choice they have now is to face the consequence of their actions. And this causes immense fear in them, because they have to now finally answer for all the pain that they've caused. And this is a source of immense fear within them. And in effect, and the ugliness of the astral body becomes very imminent as a result of this. Und bei diesen Leuten, die diese unmenschlichen, ungeheuren Sachen gemacht haben und ungeheures Leid verbreitet haben unter anderen Menschen, sie werden natürlich diese Konsequenzen selbst tragen müssen, weil es wird auf sie selbst zurückfallen. Und als Konsequenz dadurch wird sich nicht nur ihr Gesicht verändern und sie werden ein hässliches Gesicht bekommen, also man wird es physisch ihnen ansehen, sondern es wird sogar so sein, dass ihr Astralkörper natürlich auch hässlich wird durch diesen negativen Einfluss, den sie sich selbst hervorgerufen haben. Und als Konsequenz dadurch sieht man, dass diese Menschen, dass sie dieses Licht, was normalerweise ein Mensch ausstrahlt, sie dieses Licht nicht ausstrahlen, sondern nur Hässlichkeit ausstrahlen von ihrem Astralkörper und auch von ihrem Gesicht diese Hässlichkeit ausstrahlen. Und dadurch können alle Menschen es sehen. Sie sehen es an ihrem Äußeren, dass mit diesen Menschen etwas nicht in Ordnung ist, weil sie Gräueltaten vollbracht haben gegenüber der ganzen Menschheit. Und in dem Moment, wo sie diese Konsequenzen selbst tragen müssen, gibt es für sie keine Möglichkeit, keinen Ausweg mehr, sondern es gibt nur diesen einen Ausweg für sie oder diese eine Möglichkeit für sie, dass sie sich dessen konfrontiert sehen müssen. Und durch diese Tatsache, weil sie wissen, dass es keinen Ausweg mehr für sie gibt, sieht man diese Angst sowohl in ihrem Gesicht als auch in ihrem Astralkörper. Und ihre Hässlichkeit und ihre Angst kommt dann zum Vorschein. Und deswegen kann man das sehen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben. اینجا قرآن مجید می‌فرماید و وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه، یعنی در چنین لحظه‌ای در چنین زمانی اشخاصی هستند که صورت‌هاشون، وجوهشون، یعنی اون بدن فلکیشون، بدن برزخیشون، بدن اثیریشون، اون بدن اتریکشون، اون روانشون پر از تشعشع، انرژی و شعاعهای نورانی ازشون ساطع میشه. چرا؟ چون مورد تنعم و عنایت پروردگار قرار گرفتند. وجوه یومئذ ناعمه، یعنی غرق در نعمت هستند، برخلاف اون گروه نخست که ذکر کرد خداوند، که وجوه یومئذ خاشعه، که ترس از سر و صورتشون میباره، اینها نعمت از سر و صورتشون میباره، فرحمندن، فره ایزدی از وجودشون تشعشع پیدا میکنه. چرا؟ چون میفرماید لسعیها راضیه، اون سعی و تلاشی که در زندگی انجام دادند سبب رضایت خداوند شده، سبب شده که این نعمتها به سوی اینها جاری بشه، یعنی اون مساعی که اینها به کار بردند در این جهت نبوده که حق رو باطل بکنند،
ضد ارزشی نبوده، بلکه تلاش میکردند که مانع ابطال حق بشند. تلاش میکردند که اگر جایی حق باطل شده، سبب احقاق حقوق ستم دیده ها بشند. این تلاش ها رو میکردند. به همین دلیل این اعمال مثبت که انجام دادند، اون چهره و صورت بدن فلکی و بدن برزخیش زیبا کرده، پر انرژی کرده، پر از نور کرده، پر از شعاع کرده. بفهم. Yes, well, the state said that the Quran also has the refers to the opposite case, where the people have the outer body is full of light and full of beauty. And then because they are in effect a recipient of divine mercy and divine gifts, and God is satisfied with their actions. So these people are the people who have done good actions and good deeds, and the consequence of their good deeds and action is in effect is reflected on the astral body. And this astral body they have is very full of light, full of beauty, and is and God is satisfied with their actions, and in effect they fall under the divine grace and divine gifts. So these are the people who are not only done good deeds, but also have stood up for the rights of others. So when they've seen the rights of others have been violated, they stood up again for the rights of others in order to help them to stand up and defend them against those who want to destroy their rights or to violate their rights. So these people who stood up for the rights of others and in face of suppression, these people are the ones with the astral body were full of light and full of and this light comes from divine mercy and divine gift because God is satisfied with their actions. So these are the different opposite case which the Quran mentions with regard to these people who have a very beautiful astral body as a result of their positive actions. Der Koran beschreibt aber auch das Gegenteil davon. Das heißt, die Leute, die etwas Gutes tun, die Leute, die für die Menschen einstehen, die Leute, die gottgefällige Taten tun und die Leute, die versuchen, gegen diese Unterdrückung anzugehen. Und diese Leute werden dann natürlich auch im genauen Gegenteil dazu ein schönes Gesicht haben und einen schönen Astralkörper haben. Und dieses Licht wird auch nach außen hin strahlen und die Leute werden diese Menschen erkennen. Und Gott wird sich ihnen gnädig zeigen und wird zufrieden sein mit ihren Handlungen und mit ihrem Einsatz. Und dadurch, dass Gott zufrieden ist mit ihm, mit diesen Menschen, schickt er ihnen auch dieses Licht, schickt er ihnen auch diese Barmherzigkeit und schickt er ihnen auch Kraft, so dass sie dann fröhlich aussehen werden und so, dass sie schön aussehen werden. Dass nicht nur ihr Gesicht schön aussehen wird, sondern auch ihr Astralkörper strahlen wird. Und das ist genau das Gegenteil zu den Leuten, die hässlich aussehen werden, die schlechte Taten vollbracht haben. Bad Quran mi farmoyad Rasul Akram ke faldakir innama anta mudakir لست علیهم به مسیطر. یعنی وقتی میفرماید لست، یعنی تو نیستی علیهم بر این گروه به مسیطر، یعنی تو صاحب سیطره نسبت به اعضای این گروه نیستی. خطاب به رسول اکرم فرماید، ولی این اختصاص به رسول اکرم نداره. در اینجا داره میفرماید که وقتی اینجا میفرماید علیهم، یعنی این جمع، نسبت به این جمع، نسبت به این گروه، یعنی داره خطابش به یه فردیه که این فرد در ارتباط با یه جمعیه و رابطه این شخص که در قرآن باهاش صحبت میکنه، یعنی با رسول اکرم، و اون گروه رابطه سرگروه با گروه و داره به اون سرگروه یعنی رسول اکرم میفرماید انما انت مدکر،
کر، یعنی فقط و فقط شما میتونی راهنمایی بکنی، شما مذکر هستی، یعنی راهنمایی کننده، یعنی تذکر دهنده. لست علیهم به مسیطر، اما سیطره ای نداری بهشون، یعنی شما نسبت به این گروه حرفها مطالب خوبی بیان میفرمایی، اینها رو راهنمایی میکنی، برای اینکه مطالب رو درک کنند، ارزش رو از ضد ارزش تشخیص بدند، مثبت رو از منفی تمییز بدند، تفکیک کنند، حق رو از باطل جدا کنند. اینها راهنمایی هایی که شما به این گروه داری انجام میدی، اما این دیگه به خودشون بستگی داره که نصیحت های شما رو بخوان در عمل اجرا بکنند یا نکنند. این بستگی داره که اعضای این گروه هر کدومشون تا چه اندازه‌ای دنبال روی نظریات آراء شما باشند یا دنبال تمایلات نفسانی خودشون باشند. شما سیطره ای روی اونها نداری. اگر اونها دنبال تمایلات نفسانی خودشون رو بخوان بگیرن و گوش به حرف شما نکنن، خب اینجوریه، شما کاری نمیتونی بکنی. لسته علیهم به مسیطر، شما سلطه و سیطره ای به اونها نداری که بخوای اونها رو وادار بکنی که این کارو بکنن یا اون کارو نکنن. شما فقط میتونی پند و اندرز بدی بهشون. پس میفرماید فدکر، ولی پند و اندرز رو بده. چرا؟ چون انما انت مدکر، جایگاه شما اینه که پند و اندرز بدی، ولی بدون و آگاه باش که لسته علیهم به مسیطر، یعنی گارانتی اجرایی نداره، تضمین برای اجراش وجود نداره که وقتی شما این نصایح رو میگی، این مطالب رو بیان میکنی، اونها به کار ببندن، چون ممکن یکی دیگه در گوششون یه چیز دیگه بگه و این نفسانیتش اقتضا بکن بگه این بهتر میگه، خب من اون کار بکن. بفرمایید. Yes, well, the said here refers to the verse of the Quran, and here in this Quran the verses are to the Prophet Muhammad as the leader of the community and who is he's trying to teach. So this relation between Muhammad as the leader of the community that he's and his mission is to teach and this community. And God says to the Prophet Muhammad, your job, your mission is to give them advice so that they can know the wrong from good. They can know what is a good action, what's the negative action, and also that they know the consequences of their actions. All these are in effect your mission to give advice to them. But you're not responsible for their actions. You cannot control them. You can't tell them what to do. You are there just to give them advice. You're not responsible for their actions. It's they who are individually responsible for their action. They can choose to listen to your guidance, or they can listen to their own ego and go off of misguidance, or they can listen to other people's advice, which are opposite to your advice, and follow their ego. So either way, yeah, you have no control over their actions. But your job is to give advice and guide them and show them the right from wrong, and so that they can so they know this, and also they know the consequences. This is your job. You must do this, but you have no control of what they do, and you're not responsible for their actions. They are responsible for individual for their actions. Whether they listen to you or not is up to them. So this is what the Quran is a discussion with the Prophet Muhammad in relationship he has with his own people in his community. Und der Koran spricht zu dem Propheten Muhammad. Und der Koran sagt zu dem Propheten Muhammad, was seine Aufgabe, was seine Stellung ist in dieser Gesellschaft. Und der Koran, also Gott, sagt zu dem Propheten Muhammad, er ist der Gesandte, er soll den Leuten aufzeigen,
was Recht ist und was Unrecht ist. Das heißt, er ist das Oberhaupt dieser Gesellschaft und er soll ihnen beibringen, was gerechte Handlungen sind und was ungerechte Handlungen sind. Aber der Prophet weiß hier auch, oder Gott sagt dem Propheten hier auch ganz klar, dass der Prophet selber nicht verantwortlich für die Handlungen dieser Leute ist. Das heißt, wenn die Leute wollen und den Worten Gottes folgen wollen und gute Handlungen vollbringen wollen, dann können sie dem Propheten Mohammed folgen. Und sie wissen, dass das der rechte Pfad ist. Wenn sie aber lieber auf ihr Ego hören wollen oder auf das Ego von anderen Leuten hören wollen und ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Dinge vorantreiben wollen, dann ist der Prophet Mohammed nicht zuständig dafür, kann ihnen weder helfen noch etwas dagegen tun, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt, der Prophet Mohammed kann den Leuten nur aufzeigen, welches der wahre, gerechte Pfad ist und welches der abtrünnige Pfad ist. Und die Leute müssen selber entscheiden und selber die Konsequenzen daraus tragen. Nicht mehr und nicht weniger. فرمید این گروهی که لست علیهم به مسیطر که پیغمبر مأمور هستند که به اینها تذکر بدن یادآوری کنن بیدار باش بهشون بدن اشخاص مختلفی میان در اطراف رسول اکرم وقتی ایشون فرمایش میفرمایند یه عده میان یه گروهی جمع میشن پیغمبر اکرم فرمایش میفرمایند گوش میدن بعد موقع عمل فرا میرسه این گروهی که رسول اکرم باهاشون صحبت میفرمایند مأمور میشن که همراه با رسول اکرم برن یه خندقی بکنن مثلا که دشمنی که داره حمله میکنه یه سدی سر راهش به وجود بیاد خندقی بکنن پیغمبر خودشون شخصا آستیناشون رو بالا میزنن کمر همت میبندن و بیل و کلنگ برمیدارن شروع میکنن زمین رو کندن میفرمایند من فکر میکنم که باید یه خندقی بکنیم مشورت الان صورت گرفته باید خندق کند و خودشون اقدام میفرمایند شروع میکنن و عده‌ای از این گروهی که نشستن دارن فرمایش های حضرت رو گوش میدن هم اقدام میکنن اونا بلند میشن و شروع میکنن یه عده‌ای میگن نه اصلا این کار بی حاصله بیهوده است خب واسه چی ما الان اینجا رو بکنیم بی خودی انرژی خودمون رو هدر بدیم سرشون میزن پایین میرن یه عده‌ای نمیرن بلکه شروع میکنن اراده دیگران رو تخریب کردن و دیگران رو متقاعد کردن که این کار عبثه و نباید انجام بگیره خب پیغمبر اینها دشمن نیستن دشمن بیرونی نیستن اینها جزو طایفه ابو سفیان نیستن که از مکه لشکر کشیده دارن اینا این گروهی هستن که دور رسول اکرم هست قرآن داره راجع به اینا صحبت میکنه لست علیهم به مسیطر شما کار خودتو انجام بده نصیحتتو بکن اون اقداماتی هم که باید انجام بگیره رو شما انجام بده اینها اگر انجام ندادند و تابع نفسانیات خودشون بودن شما سیطره‌ای بهشون نداری الا من تولا و کفره از اینها اشخاصی هستند که رو برمیگردونند این وسط وسط این کار گویی و کفره و پا در راه کفر میذارند این جمع رو دوچار تشتت میکنند کسانی هم که کاری با سرگروه ندارند و دائم میخوان اون سرگروه رو تخریب بکنه اصلا حضورشون پیوستنشون به اون جمع و اون گروه
برای منافع خودشونه، ولی در نهایت هدفشون پراکندن اون جمع، فروپاشوندن اون جمعه. اینه که میگه فیعذبه الله العذاب الاکبر، یعنی سرنوشت شومی رو خدا براشون رقم زده، اون کسانی رو که وارد یک گروهی میشن و خدعه میکنن نسبت به اون گروه، از اون گروه برای منافع خودشون استفاده میکنن و همزمان در صدد فروپاشوندنشن، چون اصول همراهی با گروه رو رعایت نمی کنند. بفرد. چشم خواهد. So Sayyid gives an example here. For example, the Prophet Muhammad is there with the community and he's giving advice to his community. And then when the time of action comes, some people follow the advice and some people don't. So for example, Sayyid gave the example where the enemies are trying to attack Medina, and Prophet Muhammad sits and discusses this with his community, and the advice that they collectively they come up with is to dig a moat around the town of Medina. So in this instance, Prophet Muhammad, he himself stands up, takes a shovel and starts digging. Some of his followers follow him and help him in digging. And while some other people say, no, what's the point of, we don't see the point of digging a moat, and walk away. Another part of this community doesn't do that. What it does, they go and undermine the mission of Prophet Muhammad and his action by whispering things to the eyes of in the ears of the people who are helping Prophet Muhammad digging. So therefore to undermine them, so they stop digging. So all these actions are happening around Prophet Muhammad. Prophet Muhammad has been told that his mission is to give advice and do what God tells him to do, but he's not responsible for other people's actions, and so he busies himself with his actions, and he's, some of the people are following him and helping him, but around him there are groups of people who are walking away, despite that advice Prophet Muhammad is giving, and some of the people were undermining his mission. So there are, these people are in effect worse than the enemies that Prophet Muhammad is facing, because Abu Sufyan, his enemy, is very clear. The line is very clear between him and Prophet Muhammad. But this line, the people who joined Prophet Muhammad for their own benefits, and in order to undermine the Prophet Muhammad's mission for their own benefits, this is a much worse action. And God says here to Prophet Muhammad, you're not responsible for the action, but these people have a very, very bad fate waiting for them because of the consequences of the actions that they're doing. The undermining actions are very, very much worse than those enemies of Abu, people like Abu Sufyan who are directly facing Prophet Muhammad. So these were people who are undermining the Prophet's mission, and the followers have very, very bad fate waiting for them. And the Quran talks about this this bad fate that these people who keep undermining Prophet's mission are going to face in as a consequence of their actions. Nun, wichtig zu wissen ist hier, dass wir hier von den Leuten reden, die um den Propheten Muhammad versammelt sind. Das heißt, die Leute, die zu seiner Gemeinschaft gehören und zu denen der Prophet Muhammad gesprochen hat und zu denen der Prophet Muhammad gesagt hat oder empfohlen hat, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und unter diesen Leuten ist es so, dass einige Leute ihm helfen, also ihm beistehen, andere Leute nichts mit ihm zu tun haben wollen und lieber weggehen, und wiederum andere Leute so tun, als ob sie ihm beistehen, aber versuchen, die Leute, die ihm helfen, zu überreden, dass sie ihm nicht helfen, also sozusagen als Heuchler wirken und versuchen, die Leute, die den Propheten Muhammad unterstützen, ihn diese Leute dazu zu bringen, dass sie ablassen von der Hilfe zum Propheten Muhammad. Und dieses zeigt sich unter anderem in dem Beispiel, als sie bei einer Schlacht einen Graben graben. Und der Prophet Muhammad dann, nachdem er mit seinem Rat gesprochen hat und der Rat dann einstimmig beschlossen hat, dass es sinnvoll ist, so einen Graben zu machen, dass, wenn Abu Sufyan angreift, sie diesen Graben haben als Schutz,
In diesem Moment, als er dann angefangen hat zu graben, er selbst eine Schaufel genommen hat und er selbst angefangen hat zu graben und die Leute ihm, einige Leute ihm auch geholfen haben, da konnte man sehen, wer zu welcher Gruppe gehört. Und zwar gehörten einige zu den Leuten, die mitgeholfen haben, auch gegraben haben. Andere Leute, die nichts damit zu tun haben wollten und einfach weggegangen sind. Und dann kommt die schlimmste Gruppe unter diesen Leuten, nämlich die Leute, die versucht haben, die Menschen, die geholfen haben, dazu zu bringen, dass sie aufhören zu helfen und dass sie weggehen. Also sie sozusagen von diesen rechtschaffenen Handlungen abzubringen. Und das sind die schlimmsten Leute unter den Leuten und unter der Gemeinschaft des Propheten Mohammed. Weil, wenn man sich das so vorstellt, die Leute, die die Gegner des Propheten Mohammed sind, so wie Abu Sufyan, dort ist es klar, man weiß ganz genau, das sind die Gegner und man kennt ihre Absichten, man weiß, was sie tun werden. Dementsprechend sind dort die Fronten geklärt. Man hat keine Überraschungen mehr. Aber die Leute, die Heuchler sind, die versuchen, alles zu unterbinden, alles Gute zu unterbinden, was der Prophet Mohammed und was dann seine Anhänger tun und dann noch zur eigenen Gemeinschaft des Propheten Mohammed gehören. Das sind die Schlimmsten und denen wird diese schlimmste Strafe zuteil werden. Und das sind die Leute, über die wir reden, deren Gesichter und Seelen hässlich werden würden, weil sie sind die Schlimmsten unter den Leuten. در بسیاری از موارد یک چنین اتفاقی افتاد. فقط در واقعه خندق، غزوه خندق، غزوه احزاب نبود. در ماجرای اتفاق افتاده در سال ششم هجرت، زمانی که رسول اکرم اون رؤیا رو مشاهده کردند، قبلا به عرضتون رسوندم، انا فتحنا لک فتحا مبینا و دستور حج عمره صادر فرمودند، گفتن حرکت کنیم بریم به سمت مکه و کسانی که همراه ایشون حرکت کردند برای رفتن به مکه مهاجرین و انصار بودند، حدود 1400 نفر تعدادشون بود و ایشون خودشون 70 شتر رو آماده کردند برای بردن به مکه و انجام مراسم حج، حج عمره میخواستن انجام بدن غیره. وقتی که مکیان شنیدن این مطلب رو و اومدن که راه رو بر رسول اکرم ببندن، ایشون چون به قصد مبارزه و ستیزه و جنگ تشریف نبرده بودن، از یه بیراهی حرکت فرمودند و اونا رو جا گذاشتند و نهایتاً به ناحیه حدیبیه که رسیدند در یه فاصله ای از شهر مکه، اونها اومدن و خالد ابن ولید با 200 نفر سوار اومدن و بعد ابو سفیان و غیره جلوشون رو گرفتن، گفتن نمیشه از اینجا رد شین و قرار شد که یه صلح‌نامه ای نوشته بشه که قبلا عرض کردم خدمتتون. پیغمبر قبول فرمودن که این صلح‌نامه نوشته بشه. مرقون فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، اونا گفتن نه بنویسید بسمک اللهم، که قبلا این ترکیب رو به کار می بردن در ابتدای نوشته ها یا سخنرانی هایی که میخواستن بکنن. پیغمبر قبول فرمودن، مرقون دستور فرمودن نوشته بشه محمد رسول الله، اونا گفتن نه نوشته بشه محمد ابن عبدالله، فرمودن باشه. نهایتا وقتی این صلح نامه نوشته شد، عده‌ای از این گروه 1400 نفری که همراه رسول اکرم اومده بودن دیدن نتیجه این صلح نامه‌ای که اینجا نوشته شدن و ظاهرا از همه مواضع خودشون عدول کردن، تازه اینه که حج نکرده برگردن برن سال دیگه بیان. گفتن ما قبول نداریم مثلا این حرفا رو و این کاملا برخلاف انتظار ماست. یعنی اعضاء این گروه خواستن از سرگروه
جلو بزنند. سرگروهشون رسول اکرم بود و بنا به تشخیص مبتنی بر الهامات غیبیه و غیره اینجوری ایشون تصمیم گرفته بودند. اما اونها از حضرت محمد جلو زدند، گفتند این چیزهایی که شما داری انجام میدی برآورده کننده انتظاراتی که ما داشتیم نیست، پس ما به این تصمیمات شما توجهی نمی کنیم، کار خودمون انجام میده. این آیات به این نکته برمیگرده، لست علیهم به مسیطر، یعنی شما راه و روش صحیح رو بیان میکنی اما این تضمینی نداره که همه این گروهی که دور شما جمع شدن این حرفا رو قبول بکنن و شما قدرت اجرایی نداری که اونا رو مجبور به اطاعت بکنی، اونا کار خودشونو میکنن. اهمیت یک گروه اون انسجام میشه، اگر انسجام وجود نداشته باشه وجود یک گروه خیلی میتونه عواقب مخوفی به بار بیاره. هر کسی برای خودش بخواد تصمیم بگیره و در این حال در درون گروه باشه، این گروه رو در یک مقاطع تاریخی فرو میپاشونه و اونجا اصلا وضع به کلی عوض میشه. اینه که قرآن مجید داره این یاداوری ها رو به رسول اکرم میکنه. فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. بفرمایید. So I said that this example of a group of people in the community of Prophet Muhammad not listening to him, walking away, undermining others in the community is not not just the case of the battle where the Muhammad had to dig a moat around Medina. This was a common occurrence that Prophet Muhammad had to face. Instead, gave another example that in the sixth Hijri the year. Prophet Muhammad had a dream, and in this dream he woke up and said that we should, as a result of this dream, that he dreamt that he walked into to Mecca for pilgrimage and in a peaceful manner. So he woke up and he said that we should all the community should get together and go to pilgrimage to Mecca. And so he gathered 1,400 people and with 70 camels, and then he started to travel towards Mecca. But he didn't take a direct route, because in a direct route, the people in Mecca would think that he was trying to directly confront them in a war. So he took the indirect route so that people don't think he's going to attack Mecca. And he came in an indirect route towards Mecca. But the people like Abu Sufyan and people discovered this and came with a military force and stopped Prophet Muhammad. And they asked him what he's doing. And he says, I'm going to go for pilgrimage. You know, pilgrimage is the right of every Muslim, and so we want to go to the pilgrimage. And these people said, no, you can't go to pilgrimage this year, but we can sign a peace treaty. And Prophet Muhammad said, okay, I'm happy to sign a peace treaty with you guys. And the peace treaty, Muhammad said, okay, just let's start the peace treaty in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of the merciful, forgiving God. And the people on the opposite said, no, we don't want to have this expression. We want to use our own expression about God. So Prophet Muhammad said, okay, use the expression that you have used in your community for God. And then said, and then Prophet Muhammad said that this treaty is between you and me as a prophet of God, messenger of God. And the people on the opposite said, no, we don't accept you as a prophet of God. So we can't say that the treaty is between you and me, us and prophet of God. We say between us and Muhammad Abdullah, so Muhammad the son of Abdullah, and so Muhammad said, okay, fine, we'll have a treaty in name of in my name and the son of Abdullah. So when this treaty was signed, the people of the and in this treaty, the part of the treaty was that the Prophet Muhammad would go back and come back next year for the pilgrimage. When this treaty was signed, the people behind Prophet Muhammad, the community, objected. They said, we don't accept this treaty. This treaty
undermines all the values we came here. We came here because you are a prophet of God. We wanted this to be under the name of the treaty. We come in the name of our God, so we want these things to be as it is, as what we want, and not what you say. So they try to undermine Prophet Muhammad and bypass Prophet Muhammad, and so in this context is what these verses were basically revealed to Prophet Muhammad. That Prophet Muhammad is there to give advice to people as a leader of the community, but he cannot force them to obey his advice, and each person is responsible for their own actions. So Sayyid said that when you work in a team, the benefit of a team is the fact that everybody works collectively together. But if everybody does their own thing in a group and obeys their own will, then there's no group. There's no benefit to this group. The group that doesn't exist really in reality. It may exist in name, but in reality it doesn't exist because everybody does their own thing. And there's no collective effort or collective task that they prepare before performing. Therefore, there's no group, there's no team or group at all. So there's no benefit in this. So that's why Prophet Muhammad has been told by God that your advice, your mission is to give advice, but you can't force them to submit to your advice. You give advice, and they can decide not to take it or take it. But you're not responsible for their actions. They are responsible for their actions, and they have the consequences of their own actions. So this is why this surah, these verses were revealed of Muhammad in this context of this case. So we see that Prophet Muhammad had to face with this ordeal many times during his mission. Nun, dass der Prophet Muhammad mit solchen Schwierigkeiten zu tun hatte, wie bei dieser Schlacht, in der er um Medina herum diesen Graben graben musste, und dort Leute hatte, die gegen ihn gesprochen haben und gegen seine Pläne gesprochen haben. Das ist nicht der einzige Fall gewesen, dass das passiert, sondern Sayyid gibt noch ein weiteres Beispiel. Und zwar im sechsten Jahr nach der Hijra hat der Prophet Muhammad einen Traum gehabt, wie er nach Mekka reist, zur Pilgerreise reist. Und dementsprechend hat er zu seiner Gemeinschaft gesagt, lasst uns zur Pilgerfahrt nach Mekka gehen. Mit friedlichen Absichten, dass wir dort die Pilgerreise machen. Nun, der Prophet Muhammad ist mit vielen Kamelen und vielen seiner Anhänger dort hingereist, die mit ihm mitkommen wollten. Er hat aber nicht den direkten Pfad nach Mekka genommen, sondern er ist über Umwege nach Mekka gegangen, damit er nicht den Anschein erweckt, dass er angreifen will, dass er in eine Kriegshandlung die Leute hineinziehen will, sondern dass die Leute aus Mekka sehen, dass er mit friedlichen Absichten kam. Nun kam er, die Leute sind ihm gefolgt, also seine Anhänger sind ihm gefolgt, und die Leute in Mekka, unter anderem auch Abu Sufyan, haben gesehen, dass er kommt und haben ihn erstmal aufgehalten und haben gesagt, was machst du da? Und der Prophet Muhammad hat gesagt, ich bin zur Pilgerreise gekommen und jedem Mekkaner ist es gestattet, einmal im Jahr zur Pilgerreise zu kommen, egal aus welcher Richtung er kommt oder egal welchen Hintergrund er hat. Er darf friedlich einmal im Jahr zu dieser Pilgerreise kommen. Und Abu Sufyan und seine Anhänger sagen, nein, das akzeptieren wir nicht. Aber wir machen dir ein Angebot. Wenn du einen Friedensvertrag unterschreibst, dann lassen wir dich nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr kommen. Und der Prophet hat gesagt, okay, lass uns diesen Friedensvertrag unterschreiben. Und der Prophet sagt, lass uns den Friedensvertrag anfangen mit Bismillah Rahman Rahim, also im Namen des Allbarmherzigen, im Namen des Allerbarmers. Und die Leute aus Mekka sagten, nein, wir glauben nicht an diesen Gott, an den du glaubst, und wir glauben nicht an diese Phrase, die du dort sprichst. Dann sagt der Prophet Muhammad, okay, dann wie sollen wir das machen? Und der Prophet sagt, dann fangen wir an, mit unseren Namen das Ganze zu unterschreiben oder mit unseren Namen das festzulegen. Und der Prophet Muhammad will dann unterschreiben mit Muhammad Rasulallah, also Muhammad, der Gesandte Gottes. Und die Leute von Abu Sufyan sagen, nein, 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 wir glauben nicht daran, dass du der Gesandte Gottes bist. Und dann sagt der Prophet Muhammad, okay,
dann streicht er das Rasulallah weg und schreibt Muhammad ibn Abdullah, also Muhammad, der Sohn des Abdullahs, also seines Vaters. Und das akzeptieren dann endlich die Leute, die Gegner, also Abu Sufyan und seine Leute, und unterschreiben das Ganze. Und dann sagt Abu Sufyan, dann könnt ihr dieses Jahr aber nicht zur Pilgerreise gehen, sondern nächstes Jahr. Und der Prophet sagt, okay, für uns ist das kein Problem, wir machen das so. Als die Anhänger des Propheten Muhammad dies aber gehört haben, haben sie sich gegen den Propheten aufgetürmt und haben gesagt, aber was soll das? Das widerspricht all unseren Vorhaben, die wir hatten, als wir mit dir mit hierher gekommen sind. Wir wollen jetzt zur Pilgerreise gehen und nicht erst nächstes Jahr. Und sie haben gegen ihn protestiert, könnte man sogar sagen. Und hier wird es aber klar, dass Gott zu dem Propheten Muhammad gesagt hat, dass er eigentlich nur dafür da ist, die Leute recht zu leiten. Und er muss darauf bauen, hoffen und vertrauen, dass die Leute ihm folgen und dem rechten Pfad folgen. Aber es wird immer Leute geben, die ihrem eigenen Ego folgen und ihren eigenen Wünschen folgen und dann sogar gegen den Propheten Muhammad sprechen, auch in so einer Situation gegen den Propheten Muhammad sprechen. Und das ist das Schlimme daran, dass eine Gruppe, die eigentlich als Gruppe fungieren soll und wie eine Einheit fungieren soll, auf einmal, wenn sie andere Bedürfnisse haben, andere Wünsche haben, dann gegeneinander kämpfen. Und dann macht diese Gruppe an sich gar keinen Sinn mehr, hat gar keinen Zweck mehr, sondern eine Gruppe hat nur dann einen Zweck, ist nur dann standhaft, ist nur dann wirklich wertvoll, wenn sie alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander kämpfen. Und das ist das Wichtige, was wir hier aus diesem Ereignis, aus dem Koran lernen sollen. در مطالبی که در جلسه قبل و جلسات پیشم عرض کردم، در غزوه خندق، جنگ احزاب هم پیغمبر اکرم تا دم مرگ پیش رفتند و حتی دشمن اینجوری تلقی کرد که ایشون چشم از جهان فرو بستند و علتش، تنها دلیلش این بود که اون گروهی که همراه پیغمبر بلند شده بودن، اومده بودند در غزوه احد، اینها یادشون رفته بود که پیغمبر چه انتظاری از اونها داشتند. اینها رو روی بلندی قرار داده بودند و گفته بودند شما تا پایان معرکه این سنگر رو ترک نکنید. اینا وسطش یادشون رفت، دچار فراموشی شد، از اون بالا بلندشون راشون کشتن اومدن پایین. اونجا خالی موند، ابو سفیان برگشت، دشمن ضد حمله زد و سخت‌ترین ضربه رو بر پیغمبر و اصحاب پیغمبر وارد کرد. پس اینجا مشخص میشه که یک جمع مکتبی که دارای انسجام باشن با هم دیگه خیلی تفاوت داره با یه گروه که توش هر کسی بتونه بیاد و با هر انگیزه‌ای بتونه بیاد. و ضرورتاً دشمن نیست و ضرورتاً با دشمن ارتباط نداره، ولی مثل ستون پنجم دشمن عمل میکنه، چون تابع دشمن ممکنه نباشه ولی تابع نفس خودشه، تابع تمایلات نفسانی خودشه، دنبال تمایلات نفسانی خودش رو میگیره، دنبال رهنمودی که بهش داده میشه رو نمیگیره. پیغمبر گفت آقا چرا شما آخه از اون بالا بلند شدیم؟ گفت من یادم رفت. خب پیغمبر فرمودن داشتی همه ای ما رو به کشتن میدادی، اگه همین چند نفر دیگه موندن، زنده موندن، من خودم هم جون به درد بردم، این فقط به خواست خدا بود و یعنی قاعدتا باید همه ای ما اینجا تلف میشد.
با این فراموشی. یعنی یه لحظه هایی هست که یک فراموشی کوچک میتونه گرفتاری های بسیار بزرگی برای جمع درست کنه، میتونه سرنوشت تاریخ رو عوض بکنه. یه فراموشی کوچک. پس قرآن در این آیاتی که عرض کردم به خدمتتون داره این یادآوری رو به خود رسول اکرم داره میکنه. در اینجا به عنوان یه سرگروه به فرمایت فدکر، تو اینا رو یادآوری بکن بهشون. انما انت مدکر، چون تو برای این که یادآوری کنی بهشون اصلا مأمور هستی. اما لسته علیهم، اما بر این گروه تو نیستی به مسیطر، سیطره ای نداری بهشون. اونا تحت سیطره نفسشون هستند، خیلی هاشون، نه همشون ولی خیلی هاشون. این نکته خیلی مهمه. قرآن خیلی روی این نکته تاکید میکنه. و هر حال اون جمع مکتبی که دارای انسجامه، این با یک گروهی که برای دور هم جمع شدن، خیلی ممکنه دوستانه باید، اما اونجایی که سر به زنگاهه یهو دیدی این خیلی تفاوت داره. بفرمایید. That's good. The said that the Prophet Muhammad has definitely that during his mission was adversely affected by all his the fact that his community didn't listen to him, and the classic case he gave was about the battle which mentioned last week, Battle of Badr, where the Prophet Muhammad basically dug a moat and they told the people that a certain group of his followers should stand on top of a cliff, mountains, and with a bow and arrow in order to protect the flanks of the Muhammad's army. But in that case, the people on the top of the top of the hill or the mountain forgot. So as soon as they saw the enemy going away, they came down. And this act of forgetfulness almost killed Prophet Muhammad. He almost lost his life on this. In fact, the only reason that his enemies stopped fighting because they thought he actually died. They thought that he had been killed by the blow that he received. And a lot of his Prophet Muhammad's very devout followers died in this battle, because of the neglect and forgetfulness of a certain group. And says that this happened a lot in Prophet Muhammad. And in effect, Prophet Muhammad was always in danger of these things. And the only thing that saved Prophet Muhammad was the fact that God protected him. Otherwise, he could have been killed. And he said in history, a lot of times that a simple neglect, a simple forgetfulness can change the course of history. Just because this certain group of people or individual forgets to do their duty, and by not doing the duty, consequences of this is that the whole destiny of that group or history of that history changes because of this. And this verse of the Quran in effect are given to Prophet Muhammad for this reason. He's saying that you have your mission is to give advice, but you have no control over the these people's actions, because these people, not all of them listen to you. Most of them are listening to their own egos. So because they listen to their egos, you have no control of them. They're just following their own egos. So it says there's a big difference between a group which is very cohesive and in one school and has a leader, and then they listen to the leader and they're very cohesively bound. This is a great, powerful group. But in a group that is open, where everybody can come and go, and they basically all follow their own egos, this is not a group at all. In effect, this group, it can actually be the detriment of the leader of the group, and it has no cohesiveness, therefore it's not very effective. And these are important things that here the Prophet Muhammad is reminded to by this surah. So it's in effect that certain people, by neglect, by forgetting something, can cause a huge damage. And Said gave an example of Adam. Adam was told he could eat anything in the garden of paradise, except one tree, and he forgot this, and the consequences of this were very deep. So in effect, his forgetfulness of this caused a great deal of change in his destiny. So
this idea that somebody forgets something, it's a very important thing that people shouldn't forget when there's an advice given to them by a representative of God. They should not forget this, because this is an important bearing to the history of humanity. And so these are important teachings that the Quran is giving to Prophet Muhammad, saying that your job is to give advice, but don't expect these people to listen. You have no control over them, because their egos, a large portion of them, their egos that controls them. So he's giving this advice to Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad is trying to teach these advice to the people of his community. Ein anderes Beispiel, welches uns und den Propheten Muhammad lehren sollte, was die Aufgabe des Propheten Muhammad ist und wie die Leute auf diese Aufgaben des Propheten Muhammad reagieren, ist auch wieder das Beispiel in der Schlacht von Badr, wo der Prophet Muhammad diesen Graben gegraben hat und dort gekämpft hat und er einer gewissen Gruppe an Leuten angewiesen hat, dass sie auf eine Erhöhung gehen sollen und dort mit Pfeil und Bogen die Flanken schützen sollen, so dass die Angreifer nicht von den Flanken durchkommen können. Und was das Problem hierbei war, ist, dass die Anweisungen, die präzisen Anweisungen, die der Prophet Muhammad diesen Leuten gegeben hat, dass viele dieser Leute diese Anweisung einfach vergessen haben oder nicht als wichtig genug erachtet haben und dann dieses nicht genauso gemacht haben, wie er ihnen das gesagt hat. Dadurch ist der ganze Plan zusammengebrochen und dadurch ist der Prophet Muhammad fast gestorben und viele seiner getreuen Anhänger sind auch gestorben. Und der Prophet Muhammad wurde nur deswegen nicht umgebracht, weil er einen Stein gegen den Kopf geschlagen bekommen hat und ohnmächtig geworden ist und die Angreifer dachten, dass er gestorben ist und deswegen abgezogen sind. Und solche Situationen gab es viele im Leben des Propheten Muhammad, wo durch Unachtsamkeiten oder durch Widerwillen einzelner Leute teilweise ein ganzer Plan, eine ganze Herangehensweise komplett zerstört wurde oder komplett umgeworfen wurde und dann alles nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren soll. Und deswegen wird auch dem Prophet Muhammad hier in dieser Sure gesagt, dass er nur den Leuten sagen kann, was der rechte Pfad ist. Aber er soll genauso sehr auch wissen oder sich dessen gewahr sein, dass die Leute selbst entscheiden können, ob sie ihm wirklich folgen und dass dann alles so funktioniert, ob seine Gruppe wirklich als einheitliche Gruppe fungieren kann oder ob es Leute gibt, die nicht darauf hören wollen und dann alles durcheinander bringen. Weil das ist das Schlimme daran, wenn einzelne Leute etwas vergessen oder etwas nicht machen wollen und dann die ganze Gruppendynamik, diese Einheit der Gruppe, komplett dadurch durcheinander bringen und dadurch die Gruppe nicht mehr so fungieren kann, wie sie fungieren sollte und das Ergebnis dann nicht so herauskommt, wie ursprünglich der Prophet Muhammad dies geplant hat. Und ein anderes Beispiel ist das Leben Adams, zu dem gesagt wurde, dass er alles aus dem Garten Eden essen kann, alle Früchte essen kann, außer von diesem einen speziellen Baum. Und nach einer Weile hatte er es einfach vergessen, dass er von diesem Baum nicht das essen darf. Und was die Konsequenz daraus war, sehen wir selbst. Oder wir sehen, dass die Konsequenz daraus ein immenser war, also alles völlig verändert hat auf dieser Welt. Und das ist das Wichtige, dass wir das verstehen, dass einzelne Fehlentscheidungen oder einzelne Momente des Vergessens dazu führen können, dass alles durcheinander geschmissen wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht vergessen und wenn wir wahre Anhänger des Stellvertreters Gottes sind, nicht vergessen, nicht vergesslich sind, sondern genau das tun, was uns aufgetragen wurde, damit das alles Früchte tragen kann. به این دلیلی که قرآن هشدار میده به کسانی که در خدمت رسول اکرم هستند، یعنی در واقع در اون جمع منسجم که یک اینی که دوچار فراموشی نشن و دوم این که جلوتر از محمد راه نرن، یعنی دوچار عمل زدگی نشند. عمل زدگی
یعنی انقدر آدم درگیر یه چیزی بشه، درگیر یه کاری بشه که خود اون کار رو راهنمای عمل خودش قرار بده و قرآن منع میکنه. میگه باید پشت سر رسول اکرم حرکت کنی، مثل نماز خوندن که باید پشت سر رسول اکرم نماز بخونی، نه اینکه انقدر غرق نماز بشید که رسول اکرم رو جا بذارید و جلو بزنیم برید. این میشه عمل زدگی. عمل زدگی خطریه که در یک جمع بقای اون جمع رو تهدید میکنه و فراموشی هم همینطور. و پیغمبر مأمور هستند که دائم این رو یادآوری بکنن، انقدر یادآوری بکنن که تبدیل به امر وجدانی بشه، یعنی دائم سرلوحه کارهایی بشه که اصحابشون انجام میدند. بفرمایید. Said that the Quran is giving warnings, Prophet Muhammad is giving warnings to the people that they, in effect, they must follow the Prophet Muhammad and his actions and not to ignore his advice and walk away, but also not to try to bypass the Prophet Muhammad, in the sense that they get involved in a certain task that the Prophet Muhammad has, for example, has given them, but that they get so involved in the task that forget Prophet Muhammad and in effect they sacrifice Prophet Muhammad for the task. And so this is an important warning that they give. So in effect, the point is that the community is that you must stand behind the Prophet Muhammad or the representative of God and follow that person's advice, not to bypass it and not to ignore it or forget it. And so these are the dangers that can happen in a group community. So for example, you are going to pray behind Prophet Muhammad in the mosque. And so you must pray behind him. You can't be ahead of him, or you can't be behind. You must be in step with him. You can't be ahead of him, or too much behind him, or be get so involved in the prayer, forget the Prophet Muhammad, and just involved in your prayer. No, the idea that working in a community, in a group, a tight community, is that you follow the leader who is a representative of God, and you follow his advice, and not to ignore his advice, not bypass it, and not forget it. All these are dangers that are involved in a collective community that each person must remember. And the Prophet Muhammad's mission is to remind people these three dangers so that they become this become ingrained in them and can be part of their own conscience, so that they don't act in a way that ignores Prophet Muhammad or bypasses him or forget that Prophet Muhammad's advice. But these things must be ingrained in the conscience of the individual who are part of the community of Prophet Muhammad or the representative of God. So these are important teachings that the Quran is giving here and as a warning to everybody who wants to be in a group of connected to the representative of God. Und hier ist eine Warnung für die Leute, die Anhänger des Propheten Muhammad sein wollen oder Anhänger des Repräsentanten Gottes sein wollen. Und zwar die Warnung beinhaltet, dass man das, was der Repräsentant Gottes oder der Prophet Muhammad sagt, dass sie das nicht ignorieren sollen, dass sie dieses nicht vergessen sollen oder auch, dass sie dieses nicht versuchen sollen, zu umgehen. Nun, ignorieren ist klar, dass man etwas nicht ignoriert, was der Gesandte Gottes oder Repräsentant Gottes sagt. Vergessen ist auch wichtig, dass man nicht vergisst und immer in seinem Bewusstsein hält, was der Repräsentant Gottes und der Prophet Gottes einem gesagt hat. Und das Dritte ist, dass man es nicht umgehen soll, in dem Sinne, dass wenn der Repräsentant Gottes oder der Prophet Muhammad einem etwas sagt, eine Aufgabe gibt, man nicht einfach sich nur auf diese Aufgabe fixieren soll und dann komplett den Repräsentanten Gottes, den Propheten Muhammad, vergessen soll und dann so sehr diese Aufgabe fixiert, dass man alles andere drumherum vergisst. Sondern man soll sich das so vorstellen, man ist der Anhänger des Propheten Muhammad und man steht im Gebet hinter dem Propheten Muhammad, hinter dem Repräsentanten Gottes und folgt ihm. Man steht nicht vor ihm, man steht nicht neben ihm, sondern man steht
hinter ihm und folgt ihm. Versucht das, was er einem sagt, diesen rechten Pfad so gut wie möglich zu folgen und dieses nicht zu vergessen, damit diese Einheit der Gruppe nicht zerstört wird, sondern diese Gruppe, diese Gruppeneinheit, diese Gruppendynamik funktionieren kann und diese Gruppe so fungieren kann, wie sie fungieren soll und nichts dort da drin durcheinander geht. Und das ist eine Warnung für die Leute, dass sie nicht vergessen sollen, dass sie nicht ignorant sein sollen gegenüber dem, was einem gesagt wird, dass sie nicht vergessen sollen, was einem gesagt wird und dass sie nicht versuchen sollen, basierend auf ihrem eigenen Ego oder ihren eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Handlungen zu machen und versuchen, das, was ihnen gesagt wurde, zu umgehen. Das ist wichtig und das muss man immer im Bewusstsein haben, damit man hier dem Ganzen nicht übertritt, sondern dem Gesandten Gottes folgt. می‌فرماید خاکی بودم ز بادت بالا گرفت کاوم بی تو کجا روم من ای از تو ناگزیرم. آقا فرزاد بفرمایید. برادر است چش قربان دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم دم بدم دم بدم دم از ولای مرتضا باید زدن دست دل در دامن آل ابا باید زدن لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صد با صفا باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی بی ولای آن ولی لوف از ولایت چون زنن دمزه و صاف ولایت با ولا باید زدن مولوایی از ولای آن ولی بر کرده ایم تبلو در زیر گلیم و خرچه را باید زدن جان علی جان جان علی جان علی جان جان علی لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار این نفس را از سر صد و صفا باید زدن نفس خیر المرسلین استان ولی کردگار لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا لو فتا لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا لو فتا لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار لو فتا الا علی لو سیف الا ذوالفقار برادر مکرم سعید خان گودرزی فاتحة الاولیا رو قرائت کرد. چشم. از جهت ترویح ارواح مطهره انبیا و اولیا علل خصوص خاتم انبیا و ائمه هدا و فاطمه زهرا و جمیع مشایخ ائمه اثنا عشر و از جهت ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاسر و زمان
عجل الله فرجه الشریف، و از جهت ازدیاد و قوت ظاهر و باطن جمیع راه نمایان دین، و از جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک، و ازدیاد و قوت ظاهر و باطن و گشایش سوری و معنوی فقرای نعمت اللهی سلطان علی شاهی. الفاتحه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب مجلس فقری در اینجا به انتها رسید. برادر مکرم آقا فرزاد بفرمایید. چشم قربان. آدم آمد دم دم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را همدم آمد هوا او را همدم آمد آدم آمد دم دم آمد هوا او را همدم آمد هاهو 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 هاهو.
خواهران و برادران مکرم، انشالله تا مجلس فقری دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپرم. از همه شما التماس دعا دارم و دعاگوی همه شما هستم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.